های گایز، به کانال خودتون خوش اومدین. تو این ویدیو قراره بریم ببینیم بهترین زمان واسه انجام هر کاری چه سنیه. Let's go. اسلامت. خب این قسمت توضیحات ویدیوه و به نظرم توضیحات ویدیو از خود ویدیو میتونه مهمتر باشه. خاطر اینکه کلا یه دید خیلی بهتری راجع به ویدیو پیدا می‌کنین. به نظرم صاف و دقت گوشش کنین. ویدیو به این صورته که قراره یه تایملاین ببینین که از حتی چند ماهگی تا دیگه مثلا سنین خیلی بالاتر چه تایمی واسه انجام چه کاری مناسبه. و معمولا به خاطر اینکه ما داخل ایرانیم یکم این اطلاعات ممکنه ناراحتمون بکنه، چون خب به خاطر شرایط اجتماعی، حالا یا به خاطر خانوادهمون یا به خاطر وضع مالیمون و اینا، نمیتونیم استریشون داخل یه سری سنا انجام بدیم. و بعد دقت کنیم به این قضیه که اوکی، شرایطی که ما داخلش بدون یا اومدیم و بزرگ شدیم دست ما نبوده و ما میتونیم از الان به بعد سعی کنیم کارهایی که باید در گذشته انجام میدادیم و انجام ندادیم و انجام بدیم و دیگه بدونیم سن کاری که قرار در آینده سنمون بهش برسه چیاست که همون موقع داخل همون تایمش انجامش بدیم. پس بریم که داشته باشیم این لیستو. Let's go. خب اولین چیزی که میتونیم تجربه کنیم دیدن پدر مادرمون داخل سه ماهگی و تا قبلش کلا نمیتونیم واضح ببینیمشون. توی 4 ماهگی دندون دروردن تازه شروع میکنیم. توی 5 ماهگی تازه میتونیم میگم غذاهای جامد بخوریم. توی 6 ماهگی واسه اولین بار میشینیم و خب تمام اینا رو هممون تجربه کردیمه و تا یه جایش هممون همه چی تجربه کردیمه. و لزوما هم اینجور نیست که اوکی اگه ما داخل اون تایم اینا رو تجربه نکردیم نمیشه در آینده تجربهش نکنیم. راحت که با توجه به عقاید و وضعیت زندگی ما میتونیم همشون تجربه کنیم. توی 1 سالگی تازه میتونیم اولین کلمات رو بگیم و در همون حین تازه راه رفتن رو میتونیم شروع کنیم. 4 سالگی میتونیم دوست خیالی داشته باشیم، یعنی ممکنه است تجربهش کرده باشیم، ممکنه است تجربهش نکرده باشیم و اصلا هم نیاز تجربهش کنیم، چیز حالا خیلی خاص و مهمی نیست. توی 5 سالگی دوچرخه سواری تازه یاد میگیریم که من فکر کنم 12-13 سالم بود شاید یاد گرفتم، نمیدونم. توی 6 سالگی هم که دندون شیرامون میفته. توی 7 سالگی خوندن رو تازه یاد میگیریم که خب هممون داخل اون سن مدرسه میریم و در همون سن هم متوجه میشیم که بابا نوئل کلا وجود خارجی نداره، یه چیز خیالیه که خب داخل ایران همه اینو میدونیم. توی 10 سالگی اولین گوشیمون رو خواهیم داشت که به نظرم 10 سال واسه حتی مناسب نیست، باید به نظرم 15 سالگی باشه. توی 12 سالگی تازه بلوغمون شروع میشه و خب واسه خیلی حتی تا 15 سالگی هم حتی شروع نمیشه و داخل همون سنین هم ممکنه با بدنمون یکم ناامنی داشته باشیم. توی 12 سالگی هم پریود میشن دخترها که بازم این یه سن اوریج طوره، ممکنه تا 14-15 سالگی هم نشن. توی 13 سالگی با اندام جنسیمون آشنا میشیم کامل دیگه و خب باید یه سری آموزش‌ها بهمون داده بشه که داخل ایران هیچ وقت اتفاق نمیافته، که مثلا اوکی باید با کی چجوری رفتار کنی اگه یه چنین اتفاقی برات افتاد، اگه کسی خواست دست بهش بزنه و اینا، و یه سری اجازه نباید بدیم و همه اینا توی 13 سالگی باید قطعا کامل آموزش داده بشه. اینا هم که توی ایران هیچ معنایی نداره. دیدن فیلم ها با دسته‌بندی گروه R که 13 سال به بالا میشه. توی 14 سالگی اولین بوستر تجربه میکنن مردم که خب داخل اینم بازی سری زودتر ممکن تجربهش کنن، توی حتی مدرسه، توی مهد کودک، یا حتی ممکنه خب دیرتر تجربهش کنن. توی 15 سالگی سفر خارجی. دود من با 22 سال سن هنوز اینو تجربهش نکردم، چی داری میگی؟ توی 16 سالگی هم اولین عشق و تجربه ممکنه بکنین، همین که داخل اون دبیرستان و اینا ممکنه ماریجوانا چیزی بکشین، خب میگم به نظرم سمتش نه این بهتره. توی 17 سالگی هم اولین رابطه جنسی رو انجام خواهید داد و با کردگیتون رو از دست میدین و اینم باز یکم بحث برانگیزه و نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. توی 18 سالگی هم اولین نوشیدنی الکلیتون که خب تا قبل اینم اصلا نباید بخورین، کلا مجاز نیست، ولی بعد اینم به نظرم نخورین، کنترلتون رو از دست میدین و این ممکنه براتون اصلا خوب نباشه و براتون گرون تمام شه. توی 18 سالگی هم خب از دبیرستان فارغ التحصیل میشیم و ممکنه بریم دانشگاه، ممکنه هم خب نریم دیگه، بس به زندگی که دوست داریم در پیش بگیریم. و اولین رابطه رسمیمون و ریلیشنشیپمون رو داخل 18 سالگی باز تجربه خواهیم کرد عموما، که البته خب خیلی ممکنه تا 20 و چند سالگی هم تا هیچ رابطه‌ای نداشته باشن. امیدوارم ولی زود تجربهش کنین دیگه، نذارینش تا ازدواج. توی 18 سالگی هم اولین دوست دارم و احتمالاً به همون خواهید گفت. توی 19 سالگی از خونتون دیگه میزنید بیرون از پیش مامان باباتون و مستقل میشین، که خب داخل ایران با توجه به این قیمت خونه و مثلا زندگی خیلی گرون
خیلی این دیرتر اتفاق میفته که این خیلی بده. بعد از یه سنی به بعد مستقل بودن رو یاد بگیرید که بعد بخواد حالا وارد ازدواج و اون چیزا بشین. تا مستقل نشین نمیتونین اصلا به نظرم سمت اون جور چیزا برین. توی 20 سالگی دو تا چیزا احتمالاً تجربه میکنین که یکیش خب طبیعتاً اگه قبلی ها رو شروع نکرده باشین اتفاق نمیفته. اولین شکست عشقیتون رو تجربه خواهید کرد و خب بجز این توی 20 سالگی احتمالاً اولین شغلتون هم خواهید داشت که خب من 17 سالگی اولین کارمو داشتم. 16 17 سالم بود. رفتم سر کار، یه سال داخل مغازه کار کردم. بعدش هم سمت درگیری سری بیزنس‌های دیگه شدم و اینا. توی 22 سالگی کالجتون رو تموم میکنین، همون دانشگاه رو کلا فارغ التحصیلی میشین که خب اینم باز با توجه به رشتهتون ممکنه تا 25 26 سالگی هم ادامه داشته باشه. و خب متاسفانه از دنیای داخل ایرانیم توی 22 سالگی نمیتونیم ماشینمون رو بخریم مگر که واقعا خیلی خفن واقع شده باشیم. توی 25 سالگی که خب من تجربهش نکردم و امیدوارم به زودی تجربهش کنم، بیشترین میزان اجتماعی بودن رو خواهید داشت. توی 26 سالگی احتمالاً ازدواج کنین، بهترین سن واسه ازدواج 26 سالگیه. توی 27 سالگی با پارتنرتون مشترک زندگی خواهید کرد، از یه زندگی رو شروع میکنین. توی 29 سالگی بچه دار میشین که اینم با سایم خوبی به نظرم واسه بچه دار شدن. 30 سال به بعد یکم دیره به نظرم، اینکه 3 دهه بخواید با بچه‌تون اختلاف سنی داشته باشه دیگه خیلی زیادیه. توی 30 سالگی دو تا چیزو احتمالاً تجربه میکنین که امیدوارم واقعا جفتشو تجربه نکنین، حداقل یا دیرتر تجربه کنین یا اصلا تجربه نکنین. اولیش دیدن چین و چروکای صورته و دومیش هم طلاق گرفتنه که واقعا امیدوارم رابطه هیچ کدومتون به طلاق ختم نشه، کلا یه رابطه خفنه با عشق شروع کنین و دیگه همونجوری ادامهش بدین تا آخر عمر بمونید با هم. توی 32 سالگی اولین خونتون رو بخرین که خب منظورش اینه که تا قبل اون مثلا رهن و اجاره و اینجور چیزا باشه. 32 سالگی بخواین بخرین، بازم که ایران خصوصا تهران واقعا بعید میدونم، اگه بتونین واقعا عالیه. ولی توی 37 سالگی میلیونر باید بشین، یعنی اگه بشین واقعا هنر کردینه، به خاطر اینکه سن میلیونر شدن انسان داخل جهان 61 سالگیه و اگه توی 37 سالگی برسین بهش واقعا هنره و واقعا پشمام، دمتون گرمه. توی 40 سالگی هم احتمالاً اولین تارهای سفید موتون رو خواهید دید. توی 41 سالگی بیشترین درآمد و بیشترین پول رو خواهید داشت. توی 45 سالگی هم بیشترین تایم ناراحتی و افسردگی رو تجربه خواهید کرد، بخاطر اینکه احساس کنید سنتون زیاد شده، ممکنه یه سری چیزا رو تجربه نکرده باشین که باید تجربه میکردین، الان یکم توانای جسمتون کم شده. خب یکی از دلایلی که میگم کلا از الکل و دود و اینا فاصله بگیرین و برین سمت ورزش اینه که 45 سالگی چنین چیزی رو تجربه نکنین. توی 50 سالگی هم دچار بحران میانسالی میشین که خب باز هم به نظر اگه ورزش اینا کنین دچار چنین بحرانی نخواهید شد. توی 53 سالگی احتمالاً پدر بزرگ مادر بزرگ خواهید شد که خیلی چیز جالبی هم هست به نظرم. توی 55 سالگی ممکنه که مادر یا پدرتون رو از دست بدین که واقعا امیدوارم حداقل تا 60-70 سالگی تجربهش نکنن یا 80 سالگی. ولی خب چیزی که واقعا هست دیگه خیلی ناراحت کننده است. توی 64 سالگی ممکنه بازنشست بشین که واقعا اگه زودتر برید سر کار و بیمه واسهتون رد بشه و اینا احتمالاً زودتر بازنشست خواهید شد و امیدوارم یه شغلی داشته باشید که عاشقش باشین که مهمترین چیز به نظرم همین چیزه و زودتر این حرفا هم بازنشست بشین یا اگه نشدین تا آخر عمر خودتون کارا رو انجام بدین، با عشق و با لذت انجامش بدین. توی 68 سالگی هم احتمالاً عمل رونی چیزی داشته باشین، دیسک کمری و اینم باز طبیعیه. توی 70 سالگی هم از پیر شدن نهایت لذت رو خواهید برد به خاطر داشتن نوه و بچه و کلان یه زندگی خیلی باثبات. و اینو بذار نپذیرم، دوست ندارم واقعا هیچ کدوممون توی چنین سنی بمیریم. البته که اگه واقعا بدنمون ضعیف باشه و الکل و دود و اینجور چیزا همش بریم سمت جو غذای ناسالم، احتمالاً داخل سن 72 سالگی واقعا سن بدی باشیم. ولی امیدوارم واقعا هیچ کس داخل سن 72 سالگی نمیره. الان تقریبا میدونین داخل هر سن باید چه چیزایی تجربه کنین. اینا چیزایی که معمولا نمیشه از زیرش در رفت و خب خیلی چیزای دیگه است خفن‌تر از این چیزا که میتونین تجربهش کنین. کلی تفریح‌ها و سرگرمی‌ها. یا خب با توجه به این چیزایی که طبقه بندی شده خیلی راحت میتونید بفهمید که بهترین تایم واسه یه سری تفریحات و یه سری تجربات چه سنیه و میتونید برید داخل اون سن تجربهش کنین. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده بوده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره، دوستتون دارم به شدت و واقعا مرسی که تا اینجای کار دیدین تا آخر ویدیو. دوستتون دارم تا یه ویدیو دیگه، فعلا.